ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که رئیس جمهور غنی پس از مشوره‌های وسیع با بخش‌های تکنیکی، شخصیت‌های سیاسی، بزرگان قومی و اعضای دولت‌ساز تصمیم گرفته است که مراسم تحلیف به تعویق بیفتد. رئیس جمهور غنی تصمیم گرفت که تحلیف ریاست جمهوری را که قرار بود روز پنجشنبه تاریخ 8 اوت برگزار گردد الا تاریخ 19 اوت به تعویق بیاندازد. شایعات شیوع ویروس کرونا، تنگنای زمانی برای حضوریابی مهمانهای بلندرتبه خارجی و نیاز به آمادگی‌های بیشتر تکنیکی برای برگزاری مراسم باشکوه از دلایل عمده معطلی این برنامه ملی و بزرگ است. از سوی هم زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در تویترش از تعویق تحلیف رئیس جمهور غنی تا 9 مارچ سخن گفته است. آقای خلیلزاد در این تویتر گفته است که هرچند روند انتخابات به گونه رسمی پایان یافته و اشرف غنی برنده آن اعلام شده، اما تمام سیاسیون باید از همه شمول بودن حکومت بعدی مطمئن شوند. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا گفته است که نباید رهبران سیاسی افغانستان درگیر زدوبندهای انتخاباتی باشند و باید به صلح کار کنند. در آستانه یک فرصت بزرگ سیاسی قرار داریم و به هیچ گروه کوچکی که باور دارند این روند را تضعیف کرده می توانند اجازه نخواهیم داد. شمار زیاد چنین گروه ها وجود دارد که تلاش دارند آنچه را به دست آورده ایم آسیب برسانند. اجازه نخواهیم داد که چنین شود. دبیرکل ناتو در بیانیه ای از تمامی جریان‌های سیاسی در کشور خواسته است که از اقدام‌هایی که سبب بیشتر شدن تنش در شرایط کرونی شده دست بردارند و از بهر حمایت از روند صلح متحد شوند. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی کشور هم در یک اعلامیه از آمریکا بابت تلاش‌هایش برای تأمین صلح و حل بحران ناشی از انتخابات در افغانستان حمایت کرده است.